سلام سلام سلام، خوش اومدید به برنامه گرینگو شوی امشب. امیدوارم که حالتون خوب باشه. سلام میکنیم به همه زنده ها، سلام میکنیم به همه مرده ها، سلام میکنیم به مرده های لاکچری. یه قبرسون هست توی لواسون که قبرای 700 میلیونی داره. من حتی اگه پوسیدم تو جوب، منو نذارین تو این قبرا. اصلا منو بذارین تو این قبرا دوباره زنده میشم. نمیصرف آدم تو اینا خاک بشه تا 200 سال بعد از مرگت هم باید قسط بدی. البته خب یه سری ها پول دارن از این قبرا میخرن، ولی خب دوست عزیز، خب وقتی بمیری چه تو قبر 10000 تومانی باشی چه 700 میلیونی، بازم کسی آدم حسابت نمیکنه. ببخشید، یعنی میخوام بگم که خب فرقی نمیکنه، خب چیزی رو که دیگه حس نمیکنی. حالا مگه چی هست این قبرای 700 میلیونی؟ آقا اصلا بعد از مرگ منو بندازین تو جوب، بندازین تو این آشغالا، تو این سطل مکانیزه ها هست، تو اونا بندازین، فقط توی پلاستیکیش بندازین، چون این آهنیاش تابستونا داغ میشه، من میسوزم. من تمام اعضای بدنمو اون دفعه رفتم قیمت گذاری کردم، دو تا کلیه و یه قلب و بقیه جاها در حد موتوری سالم ها، انصافا رو هم 200 میلیون هم نشد. من همه اعضای بدنم هم بفروشم، نمیتونم اونجا قبر بخرم. مگه حالا امکانات خاصی داره؟ وای فای داره، توالت داره واسه مرده ها، توالت فرنگی داره، دو نبشه، سند تجاری داره، بعد خب بری اونور یعنی میتونی بیزنس کنی توش، چجوریه؟ حالا اصلا مرده به این امکانات نیاز داره واقعا؟ چیه؟ یعنی مرده ما سگه، مرده شما خوبه؟ همین قبر به خدا دو ماه پیش 300 میلیون بود. من اگه میدونستم اوضاع اینجوری میشه همون دو ماه پیش میمردم. اشتباه کردیم واقعا. شما همین الانم هم بمیری خیلی به صرفه تره تا یه ماه دیگه بمیری. ماه دیگه معلوم نیست این قبر چقدر قیمتش باشه. والا اگه قرار باشه مردن اینقدر گرون باشه، من 15 سال دیگه هم کار کنم، هیچی هم نخورم، بازم نمیتونم بمیرم. یعنی الان شرایط مالی مردن رو هم من ندارم. از این خورما هست که توش گردو میذارن، خب اونا خیلی گرون شده، اونا هم من نمیتونم بخرم. بعد یه تیک زمینم کنار هر قبریه که اون 30 میلیونه. خود قبر 700 میلیون، کنارش 30 میلیون. بچه زنگ بزنیم ببینم میشه اون کنار قبر رو واسه من بگیرید؟ یه کنار قبر خالی هم یعنی نمیدن؟ اه. بابا الان فلافلی ها ساندویچ بدون خیارشور میدن، مگه میشه آخه اینا ندن؟ ما پدر بزرگیمون رو خاک کردیم بهش زهرا، هم فضای کنار قبرش مجانی در اومد، هم یه تیر برق بالای سرش بود، اونم واسه من مجانی در اومد. هر دفعه میریم من نیم ساعت میرم بالای اون تیر برق، کل منطقه رو نگاه میکنم، خیلی هم صفا میده. حالا آگهی اینو من دیدم خیلی برام دلخراش بود. فضایی دلچسب برای مردگان شما، جسد شما را در فضایی امن نگه خواهیم داشت، نگهداری از جسد عزیزتان را به ما بسپارید، فضای خانوادگی و دوست داشتنی، بهترین نقطه جهان برای مردن، سرسبز همچون بهشت. عزیز من، خب اون دیگه مرده، فضای سرسبز رو که نمیبینه. بعد یعنی چی فضای امن؟ مگه قبر ناامنم داریم؟ مثلا چی میشه؟ یکی شبا میاد جسدو میکشه؟ بعد یعنی چی فضای خانوادگی؟ مگه مهمونی میخوان بگیرن سر خاک؟ خب میان مرده رو میندازن تو اون گودال میرن دیگه. حالا سالی یه بار خاله آش درست کنه، اینا برن سر خاک طرف بشینن آش بخورن، نف کنن برگردن. مگر اینکه خب امکانات خاصی داشته باشه، مثلا هر شب چند تا دافی بیان برامون برقصن. یا اصلا شب اول قبری که کنار آدم باشه نترسه. یعنی شب اولی که میمیری یه مدل میفرستن از این مدلای ویکتوریا سیکرت که باهات مثلا خب بغلش کنی و نترسی، اونم کنارت باشه، بخوابه کنارت و هی دلداریت بده که نترس، طوری نیست، تو فقط یه ذره مردی. بعد سوسکا میان تو این قبر، خب معذب میشن میرن. تو این قبرها سوسک دیگه نباید بیاد. باید تو این قبرها یه حیوان با کلاستر بفرستن واسه خوردن جسد، مثلا همسری چیزی بفرستن که ارزش این همه پول داشته باشه.
با این پولی که من دارم شب اول قبر منو اژدها هم بخوره شانس آوردم. فکر کنم منو وسط بیابونا ول کنن تا حیوانای درنده بیان بخورنم. همین چند وقت پیش مگه نبود مردم به خاطر فقر توی قبر زندگی میکردن؟ الان دیگه توی قبرم نمیتونن زندگی کنن، قبر از خونه گرونتره. فکر کن دارن شرایط مردن رو سخت میکنن که ما نمیریم. فکر کردید بدبختا ما میمیریم؟ خوبم میمیریم. من از اونام که با همه چی مخالفم. نخرید آقا، از این قبرها نخرید، خریت نکنید. جدی مگه چقدر احمقید که میخواین این قبرها رو؟ ببخشید بلند. سلام آقای هوشنگی، به خدا تو دیگه زن و بچه منو چی شده؟ بله بله، دو تا قبر 700 میلیونی خریدیم. خب بالاخره خب من پام لب گور پسر خاله‌ام هم که خب این هفته اسهال بود، به نظرم اونم دیگه کارش تمومه. بابام گفت دو تا قبر بخریم بد نیست. مدیر قبرستون شمایی؟ پول شارژ قبر چیه؟ بابا ولمون کن ناموسن، قبر مگه شارژ داره؟ ای بابا عجب گرفتاری شد. نه آقا شوخی کردم به خدا، من اصلا پولم کجا بود که قبر بخرم؟ ای عجبا، شما یه چیزی ببینین من سری این دوتا قبر رو تو بازار سیاه آب کنم برگردم. آقای هوشنگی، بابا اون قبره به خدا 10,000 تومن بوده. ما هر هفته دیگه میخوایم یه گزارش دزدی براتون داشته باشیم، چون الان خیلی مد شده. الان دیگه خیلی از ملاک‌ها عوض شده، دخترها مثلا خیلی از پسرهای دزد خوششون میاد. من خودم یه دوست دختر داشتم، منو ول کرد رفت با یه دزد بی پدر و مادر دوست شد. این دزد که میخوایم بهتون نشون بدیم معروفه به موش بازار. همه جا رو سوراخ میکرده، میرفته تو اونجا دزدی میکرده، از سقف و از کانال کولر رو، از این میزم حتی رد میشده. این سارق جز حرفه‌ای‌ترین سارق هاست که اصلا به ذهنتونم خطور نمیکنه. از کانال کولر وارد میشه، از دریچه و لای میله حفاظ و سقف بگیر تا یادم نرفته بگم که دیوارم میشکاف و میاد تو. خلاصه موش بازار لقب گرفته. از اون درخت، از اون درخت رفته پشت بوم اومده اینجا، از اینجا رفته داخل ها؟ کولر برداشته از این تو اومده. آره کولر اومده. آره اومده این تو. اینجا هم کنده بوده؟ کجا؟ همینجا، همینجا کنده بود رفته داخل؟ جنسایی که برده بود چقدر بود؟ اینجا نزدیک 80 میلیون برده. از اینجا اومده بود؟ از اینجا آنها رو کندن اومدن شیشه این پایین رو شکوندن اومدن داخل، بوده 30-40 میلیون لوازم موتور بود. خب بازار موش داره، دیوارم گوش داره. اون یه ذره مثل بود. خب بیخیال. خب اگر این موش بازاره، گربه بازار رو گیر بیارید ول کنید تو بازار، این موشا رو بگیره دیگه، یا مرگ موش بریزید هر روز تو بازار. اگه موش بازاره چرا نمیره پنیر بدزده؟ چرا وسایل موتور میدزده؟ شاید موش نیست، نمیدونم. ولی خب اصلا بیاین مثبت به قضیه نگاه کنیم، شاید موتورش خراب شده بوده، خب مغازم بسته بوده، این بنده خودم خب کارش واجب بوده، رفته از تو کانال کولر 80 میلیون وسیله برداشته آورده واسه موتور 2 میلیونیش. به قصد تعمیر بوده شاید. اگه به قصد تعمیر موتور بوده خب اشکالی نداره، فقط داداش یه ذره وسیله زیاد برداشتی. هر کاری میکنم نمیتونم این گند کارتو جمع کنم. حالا این دزده هیچی، اصلا مهم نیست. این گزارشگره خیلی سوژه است. این یارو اینقدر از دزدا مصاحبه گرفته، دزدا میرن دزدی میکنن به عشق این که با این حرف بزنن. بعد دزدی میکنن که گیر بیافتن، برن پیش این یارو باهاشون مصاحبه کنه. این یارو الان شده چهره محبوب دزدا و سارقین همه ایران. دیگه دزدی به یه کار عشقی تبدیل شده، یعنی یارو واسه عشقش دزدی میکنه، چون از بچگی آرزو داشته که تو اون تلویزیون نشونش بدن. از بچگی همش مادرش بهش میگفته قربون این دست کجت برم، آخر یه روز تو این تلویزیون تو رو نشون میدن. ما اینجا بارها گفتیم تو این چند وقت عروسی نکنید، یه ذره دندون رو جیگر بذارید، یه ذره تحمل کنید. شما که این همه خب صبر کردید، یه ذره دیگه تحمل میکردید. خب به خاطر یه ظرف قرمه سبزی کل خاندان خودتون رو به باد ندید. یارو عروسی گرفته، 120 نفر تو عروسیش کرونا گرفتن. مورد داشتیم در یک استان که فقط 120 نفر از یک مراسم عروسی مبتلا داشتیم. یعنی دو تا ویروس با هم ازدواج میکردن، اینقدر خرابی به بار نمی آورد، اینقدر مریضی به وجود نمی اومد.
دو تا ظرف سوپ خفاش با هم عروسی میکردن باز وضعیت بهتر بود. شام اگه به همه خفاش و سوسک میدادن بخورن باز 110 نفر کرونا میگرفتن. چه جوری آخه 120 نفر؟ مگه تو اون عروسی چه اتفاقی افتاده؟ همه همو چیکار کردن؟ بارها گفتم بوسیدن از لب کار درستی نیست. اونم 120 نفر همدیگر رو خب از لب ببوسن ناجوره به خدا. البته بوسیدن لب ما مشکلی باهاش نداریم ولی خب 120 نفر خب نباید همدیگر رو ببوسید. شایدم مادر دوماد از عروس و خانوادهش ناراضی بوده تو غذای همه مهمونا ویروس ریخته، یا مادر عروس از تعداد مهریه ناراضی بوده رفته به همه لب داده همه کرونا گرفتن. یه احتمال دیگه اینه که ممکنه تو این اسپری یا خفاش پودر کردن به جای برف شادی ریختن رو سر مهمونا. شایدم تو بیمارستان عروسی گرفتن اینجوری شده، یا تو چین رفتن مراسم گرفتن. اینجوری به خدا باز شدنیه. الان نه تنها خط مقدم کادر درمانیه، بلکه الان خط مقدم کادر این خدمات سالن‌های عروسی و اینان. الان تالارای عروسی خط مقدم جبهه مبارزه با کرونا هستن. تو رو خدا مراقب باشید. مگه من نگفتم آقا رعایت کنید عروس و دومادای عزیز؟ شما که میخواین ازدواج کنید قرمه بخورید، پاشید خبر مرگتون برید خونتون هر غلطی میخواید بکنید. دیگه چرا جون یه سری آدم رو به خطر میندازید؟ حالا به خاطر یه ظرف قرمه سبزی 120 نفر رو بدبخت کردید. خب الهی اون لوبیاهای قرمه سبزی تو گلوتون بمونه، انشالله نفخ کنین تا صبح بو کل اتاق رو برداره. یه ذره این چند وقت مراقب باشین تموم بشه این مریضی، بعد من خودم همه تونو میارم خونه. چیز یعنی منظورم این که انشالله خوشبخت بشید، زود عروسی کنین برین سر خونه زندگیتون. حالا ما به تعداد این مبتلایان این عروسی اصلا کاری نداریم، ولی وسط مصاحبه صدای گوز میاد. چرا؟ افزایش آگاهی مردم، رعایت مسائل بهداشتی فردی، پوشی. یکی انگار تو استودیو اخبار گوزید، یه انسان نبودا، قشنگ یک جونوری چیزی بود، اسب آبی، فیلی چیزی بود. صدا خیلی وحشتناک و هولناک بود. رعایت مسائل بهداشت. خانم مجری یه جوری اونور نگاه کرد که قشنگ معلوم بود یه نفر اون پشت منفجر شده. این چی بود؟ کی بود؟ خانم منشی زن شما بود؟ اصلا بهت نمیاد با این جسه ریزش این صدا. آخه چی خوردی نهاره؟ چه خبر اینجا؟ چی شده؟ این صدا چیه؟ سیما گوزنداز اومده؟ ای بابا چرا اینقدر این ای بابا بوی بد مال چیه؟ دهنتون سرویس به خدا چیکار کردید؟ ناصر اون ماسکا رو بده ببینم. خفه شدیم ناصر. ناصر مسئول ماسکمونه. ناصر مواد زد ماسکا. رسیدیم به بخش قرعه کشی و پیدا کردن اون شخص برنده این هفته. لیست اسامی کسانی که زیر آخرین پست اینستاگرام من کامنت گذاشتن اینجا با منه و با این انگشت جادویی اون شخص رو انتخاب میکنیم. خواهش میکنم از 4 به 1 با من بشمارید. 4 3 2 1 و مونلایت 76 20. مونلایت 76 20. مبارکت باشه مونلایت جان، از طرف ما یک دایرکت مسیج میگیری و ما بهت میگیم که جایزه چطور به دستت میرسه. زیر آخرین پست اینستاگرام من کامنت یادتون نره. قربونتون برم. با سلام و هزار درود و بدرود و تهران و سیستان و اهواز و بقیه شهرهای ایران. اون دفعه گفتیم با سلام و درود، بعد گفتن چرا فقط به درودی ها سلام میکنی؟ مگه ما دل نداریم؟ کم مونده اسم یه شهر رو بذارن سلام، بعد ما بیایم اینجا سلام کنیم، بعد بگن چرا فقط سلام میکنی، بیا ما رو هم آها خب باش. البته فکر نکنم بگن خدا رو شکر. این هفته مدیر عامل باشگاه استقلال گفت مهدی قائدی 5 میلیون دلار قیمتش. ما قیمت 2 میلیون دلار هم داشتیم رد کردیم. 2 میلیون دلار بوده و من حتی با 2 میلیون دلارش هم موافق نیستم.
و شک نکنه زیر 5 میلیون دلار ما مهدی قائدی رو نخواهیم فروخت. قیمتی هم گفتیم که همین بازیکن و هم بازیکن‌های دیگه‌مون 5 میلیون دلار. بچه‌ها ببینم این چقدر میشه با دلار 19 تومن حساب کنیم ببینیم مهدی قائدی چند میشه، یکی ضرب کنه ببینیم چقدر میشه. خیلی میشه، درست میگم؟ واقعا بازیکن گرون شده. ما با این وضعیت، من یعنی حساب کردم سالی 10000 دلارم پس انداز کنم، بعد 15 سال یه مهدی قائدی هم نمیتونم بخرم. مهدی قائدی دیگه چیه که واقعا اونم نتونم بخرم؟ اصلا فوتبال ایران چیزی به اسم پول در آوردن توش وجود نداره، یعنی درآمدزایی و این چیزا مسخره و جلفه. فقط خرج و بدهکاری و مربی و بازیکن خارجی بیارن اینجا، پول بریزیم به پای اینا و بعد برن. من این قول رو به همه هواداره فوتبال میدم که از این به بعد شما هیچ بازیکن موفقی تو ایران نمیبینید، همه تو ایران میمونن قلیون میگشن دور هم عشق میکنن، فقط همین. بعد شما مقایسه کن قیمت مهدی قائدی با قیمت زایمان بیانسه. بیانسه هفته قبل گفتین دیگه، هر زایمانی که میکنه 5 میلیون دلار میگیره. به نظر من فوتبال ایران با شوهر بیانسه وارد مذاکره بشه، اون 5 میلیون دلار رو بده دونه دونه بازیکن ایران رو بخره، بزرگ کنه اونجا، به جای اینکه هیزنش زایمان کنه. خب بچه سر ما رو گنده رو تحویلش میدیم اونجا بره کاراشو انجام بده. البته این یه دونه رو گرون گذاشتن ها، ما از 75000 تومن هم بازیکن داریم، کیلویی هم داریم، حتی مثلا بازیکن داریم کیلویی 3700 تومن. اینا رو بخوام بخرن خب یه باسکول هم نیاز داریم دیگه. حالا کارشناسان برنامه که متشکل از 90000 نفرن نشستن این هفته، کلی فکر کردن براتون یه نظرسنجی طرح کردن. شما ببینید که تیم قوی داریم برنامه 85، فقط 90000 تا کارشناس داریم ما. به نظر شما قیمت گرینگو چند است؟ 1. مفت نمیارزه. 2. قسطی طولانی مدت بدید 12 میلیون برمیدارمش به شرط اینکه موتوری سالم باشه. 3. یه دونش خونه داریم کار نمیکنه، خراب شده. 4. اگه نصف دنگشو خودش بده میخرمش. این چه طرز انتخاب سوال بود؟ حیف اون پول مفتی که من میریزم تو حلق شما کارشناسای برنامه. مردم به خدا به حرف اینا گوش ندین، گرینگو همین یه دونه مونده، ارزونم حالا میدیم چون تک سایزه، گفتیم ردش کنیم بره دیگه. یه دختر خوب و پولدار منو بیاد بخره یه عمر استفاده کنه، بدنه سالمه ها، فقط در عقب یه کمی خب یه لکه رنگ دارم که خب اونم چیزی نیست دیگه، واسه آمپول بازی های بچگیه. یه ذره سپر جلوم هم خراشیده که خب بالاخره سپر جلوی دیگه، خیلی باش قرمه سبزی و فسنجون خوردم، این خراشا دیگه عادیه، ولی موتوری سالم در حد نو. روخ هم که میبینید انگار تولید همین امسال هم. چون سوال معلوم بود با دشمنی طرح شده بود، این هفته جایزه نمیدیم، حقوق این کارشناسای برنامه رو هم نصف میکنیم تا آدم بشن. خبر بعدی این قضیه یه خبر فروش سردار آزمونه. دهن ما رو شما سرویس کردید، هر روز صبح بیدار میشیم میفهمیم یکی به سردار آزمون علاقمند شده. یه ماه گفتن ناپولی میخوادش، هی عکسش با پیراهن ناپولی رو میذاشتن اینستا، میگفتن ناپولی قطعی شده، فقط مونده رضایت صاحب باشگاه ناپولی و مربیای ناپولی. خب عزیزم این که خب از اول باید اونا تایید کنن و رضایت بدن، وگرنه سردار آزمون که خب معلومه راضیه. بعد گفتن میلان به دنبال سردار آزمونه. من زنگ زدم به مالدینی چند تا فوش دادم، گفت نه بابا اینا رو دارن از خودشون در میارن، میخوان ما رو خراب کنن. ما اول فکر کردیم که میخوان باشگاه میلان رو خراب کنن. نگو یه ترفند جدیده، یعنی شما شایعه میکنی فلان بازیکن میخواد بره فلان تیم، بعد یه تیم دیگه میفته دنبالش میگه خب اگه خوبه بذار ما بخریمش. الان هم شایعه کردن سردار آزمون به آرسنال نزدیک شده. غلط کرده نزدیک شده، بگید فاصله قانونی رو رعایت کنه. واقعا آرسنال قراره بخرتش؟ مگه مغز خر خوردن؟ جدی میخواد بخره؟ نه بابا اینا شایعه است. بزنید زنگ بزنم به این مارکل مربی آرسنال. سلام میکی، خوبی؟ داداش گرینگو هم چطوری نمیشناسی؟ بابا دو سال پیش 19000 تومن ازت قرض گرفتم تو فرودگاه لندن. آره خوبی؟ نه واسه پول زنگ نزدم. میدم بابا اون پولو بهت میدم. ببین مگه نمیخواین
مگه نمیخواین سردار آزمون رو بگیریم باش قرارداد ببندین؟ اون 19000 تومان از قراردادش کم کنین دیگه. آها نمیخواین بخرینش؟ چشه مگه بابا بچه به این خوبی؟ تازه اسبم داره. چی میگی دهنتو ببر؟ این حرفا چیه؟ باشه من میام هفته دیگه لندن پولتو میدم. چرا فوش میدی؟ الو صدا نمیاد. الو آنتن رفت. ای بابا اینم پس شایعه بوده. زشته بابا این کارا رو. خب چرا این کارا رو میکنید؟ مردم رو اسکل نکنید. هر هفته میگین فلانی به فلانجا نزدیکه، نمیدونم طاربی به اونجا نزدیکه، اون به اینجا نزدیکه، همه تون به این میز نزدیکین. به خدا اصلا با این شایعات آدم امیدوار نکنید. این چیه؟ بیرامن چرا مشکی پوشیده؟ آقا تسلیت میگم، صدای گریه پخش کنین که جان چی شده این؟ داره میره؟ من فکر کردم طوری شده که سیاه پوشیده. آهان این هفته پیش گفت من میخوام برم بلژیک، درست میگم؟ گفت اگه من میخوام برم بلژیک، اگه بلیط هم گیرم نیاد، باشگاه بلژیکی برام جت شخصی میفرسته. جت شخصی که هیچی، گوشکوب شخصی هم نفرستادن. تازه ورود همه اونایی که اقامت ندارن به اروپا ممنوع شده، این مجبور شد برگرده. دست به چمدون برگشت. این بچه با کلی امید و آرزو داشت میومد اونجا، چرا برای جت شخصی نفرستادید؟ چرا اینقدر با ما ایرانی ها بدید؟ این که خب کم آدمی نیستا، پنالتی رونالدو رو گرفته. حالا یه اتوبوسی چیزی بفرستیم بچه بیاد خارج، خیلی خارج دوست داره. اصلا از بچگی بلژیک بلژیک از دهنش نمی افتاد این بیرانوند. اولین کلمه این که گفت بلژیک بود. من خودم حالا یه تماس میگیرم، اوکیش میکنم، نگران نباشین. خبر بعدم اینه که فوتبال ایران چی شده؟ نتیجه نظرسنجی مهم نیست، ولش کنین. اه الان گیر اومدن منو ببرن؟ چرا؟ فروختید منو؟ ای بابا جدی میگین؟ چند فروختین؟ 37000 تومان؟ کیلوی 37000 تومان یا کلن با همه این لوازم و اینا 37000 تومان؟ ای بابا آقا ارزون فروختین، به خدا 39 تومان من مشتری داشتم. حالا به کی فروختین؟ یه دختر خوشگل باشه؟ آه؟ به هوشنگی؟ ای داده بیداد بدبخ شدم که این سه تا پول شارژ ازم طلبکاره. خب منو ببره خونش، اولین کاری که میکنه یه جوری اون پول شارژ رو صاف میکنه. هر جوری شده صاف میکنه. من میدونم که میکنه به خدا. یعنی چیز منظورم اینه که شما سرشو گرم کنین من برم اونور خودسوزی کنم. به خدا من نمیدونم دیگه، عیب نداره، من ریشام بلند زود آتیش میگیرم، اشکال نداره. خداحافظ شما باشه بچه. تا 85 بعدی مراقب خودتون باشین دیگه. آخرین بوسه رو من از خانم منشی صحنه بگیرم و من برم دیگه برای خودکشی. آخ آخ نزن دیگه، الان که میخوام برم خودسوزی کنم. چرا میزنی؟ دیگه خسته شدیم اینقدر گفتن کپی ها رو نکن. یا کپی رو میکردیم میافتادن دنبالمون شکایت میکردن، یا بچه بازی در میآوردن که چرا به ما گیر دادی. واسه همین دیگه گفتیم سمت کپی نمیریم. واقعا تو ایران جنبشو ندارن. یه مش بچه 6 ساله هنرمند شدن توی مملکت و هم کپی میکنن، هم اگه بهشون گیر بدی میگن که چرا بهمون گیر دادی. چند وقت پیش هم یه کپی از یه هنرمند عزیزمون رو کردیم، کم مونده بود بیاد در خونه به مادرم چغلی کنه بگه بچه‌تون رو بزنید تربیتش کنید. این دفعه دیگه کپی نیاوردیم، خود جنس رو آوردیم. یعنی این فیلمی که الان میخواین ببینین کپی از یه فیلم خارجی نیست. یعنی هستا، ولی خب نیست. این در واقع همون فیلمه. 56 دقیقه از فیلم رو مشابه همون فیلم ساختن. شب خیزم. ای بابا از لحاظ غریزی بوی سطح و حتی الکلون رو تشخیص میدم. ببین اگه میخوای چونه بزنی 1700 دو روز مرخصی در ماه، پنج شنبه تا ظهر. چی میگی آقا؟ با کی داری حرف میزنی؟ با تو. با من داری حرف میزنی؟ باید به چشام نگاه کنی. دوست دارم این کار بکنم ولی نمیتونم. چرا نمیتونی؟ چون کورم. کوری؟ آره کورم. مشکلی؟ بکش بکش چیزی رو نمیخوام بالا بکشم. پس
پرسیدم اونجا یه زن بود یا نبود. حالا درست میگم، طبق اطلاع رابطمون ما شب میرسیم به مرز، ما میرسیم هتل هلال، اونجا منتظرتون میمونیم. نویسنده به جای اینکه بره اون فیلمو زیرنویس کنه بده به مردم با زیرنویس ببینن، رفته زیرنویس فیلمو برداشته فیلمنامه کرده. نویسندگی تو ایران هم خیلی راحت شده، میری تو این سایتای زیرنویس یه زیرنویس برمیداری کپی میکنی توی ورد میدی دست کارگردان. مجبورتون کردن مگه؟ مثلا شب تهیه کننده 5 تا نویسنده رو جمع کنه توی دفترش بگه فردا واسه من یه فیلمنامه میارید، وگرنه من میدونم و شما، وگرنه زنگ میزنم اولیاتون بیان دفتر فیلمسازی جلسه اولیا و فیلمسازه برگزار کنیم. بعد شما فکر کردید خب این فیلم قدیمی بود ما پیداش نمی کنیم، ما مثل بوغلمون بالا سرتون وایستادیم. بوغلمون خب پرواز نمی کنه نه؟ خب مثل گرگ بالا سرتونیم. گرگ هم آخه پرواز نمی کنه. نه بابا این چی، این فتوشاپه. پس چرا میگن مثل گرگ بالا سرتونیم؟ ای بابا حالا حرف مهم نیست، میخوام بگم که یعنی ما بالا سرتونیم، مثل عقاب، مثل کرکس، مثل شاهین، مثل رضا، مثل منصور، مثل همون کسافتایی که باهاش دوست بودی. فکر کردی ما نمیدونیم؟ بدبخت آمارت رسیده کنار همشون عکس داری. رسوات میکنم من از این لاشیام که به یه نفر ترکم کنه دهنشو سرویس میکنم. پدر جان چی شد؟ آها داشتیم در مورد چی صحبت میکردیم؟ ای بابا من قاطی کردم ببخشید. آها در مورد کپی و این چیزا بود. آها آها ببخشید واقعا قاطی کردم. من به خاطر خودتون میگم همینو دوبله میکردید ارزونتر در میومد، بعد تو سینما هم نشون میدادید، مردم هم که کلا با بازیگرای خارجی بیشتر حال میکنن. من خودم فقط با بازیگرای خارجی حال میکنم. اون ماه رفتم آمریکا یه هفته دم در خونه آنجلینا جولی خوابیدم، برام کالباس پرت میکرد که از گشنگی نمیرم. با معرفت هم هستن اینا. حالا یه چیزی براتون بگم پاره بشید. میخواید نگم که پاره نشید؟ یعنی حیف به خدا من راضی به زحمت نیستم. این دوستمون که سی دی فیلمو برداشته کپی کرده در واقع خب رایتر خریده یه رایت زده دیگه از روش دیگه، یا کاربن گذاشته روی این فیلم کپی کرده دیگه. اصلا اون صحنه رو نشون بدین اون خطای کاربن روی فیلم مشخصه. این دوستتون به نظرتون کیه؟ کارگردان این کار به نظرتون کیه؟ جان؟ نه اسکورسیزی چیه؟ اسکورسیزی رو چرا دارین نشون میدید؟ مونیکا بلوچی چی میگه این وسط؟ بابا چرا دارید حد میزنید؟ اصلا ایرانیه کارگردانش، چرا اسم خارجی میارید؟ من نمیدونم. استاد اسدی که فوتبالیست بود بی سواد، اصلا چیزی نگید بذار من خودم صحبت کنم. این آقا فرزاد مؤتمن هستن، کارگردان این فیلم فرزاد مؤتمنه. اگه یادتون باشه صدای داد و بیدادش و اینا، صدای جیغاش هنوز توی گوش منه به خدا. هر شب خوابشو میبینم، هر شب با شنیدن صدای ایشون من تو خواب خودم رو خیس میکنم. داد میزد میگفت سینما کثیف شده، کثافت برداشته سینما رو، من دیگه فیلم نمیسازم. برای من یکی خفقان آور شده سینما ایران. 6 سال سینما نرفتم، علاقه ای به تماشای این فیلم ها ندارم، خسته شدم بس که یک کمدین دیدم. من دیگه به اینجام رسیده و دارم داد میزنم برای اینکه هر آنچه توی این سینما داره میگذره نفرت انگیزه، کثیفه و خشنه و بده و من معترض. دوست عزیز مگه سینما کثیف نبود؟ چرا فیلم ساختی خب؟ چرا خودتو کثیف کردی؟ چرا دهن خودتو سینمایی کردی؟ مگه قرار نبود لب به این سینما نزنی؟ شما مگه گلوت پاره نشده بود؟ مگه پاره نکرده بودی خودتو تو اون جشنواره؟ بعد بهشون میگیم کپی هم نکنین، میگن این کپی نیست بازسازیه. خب اگه اینجوری باشه که خب همه چی بازسازی میشه دیگه، همه فیلم‌های خارجی رو بردارید بازسازی کنید دیگه، چیزی تولید نکنید. تازه اون فیلم خب هنوز اونقدر قدیمی نشده ها که بخواید بازسازی کنین، تصاویرش هنوز موجوده. همین کم مونده بود که کلمه بازسازی بیفته سر زبون فیلمسازا. شما دیگه هر فیلمی ببینید کپی میکنید میگید بازسازی کردیم. موزیسیان ها میگن الهام گرفتیم، این فیلمسازا میگن بازسازی کردیم. بازسازی نکن آقا، با کیفیت این فیلم خب همه جا هست. حالا گیریم که آخر فیلم هم زدی برداشتی از فیلم فلان، یعنی مثلا حق کپی رایتشو خریدی، بعد همین فیلم کپی شده یه چشم و گوش بسته آقای مؤتمن کل فروشش 4 میلیارد بوده،
به دلار الان چقدر میشه؟ 9 دلار همچین چیزی. اندازه یه سی دی خام توی آمریکاست. یعنی شما در حد یه سی دی خام توی آمریکا فیلمت فروخته، بعد حق کپی رایت دادی؟ من واقعا باورم نمیشه. حق کپی رایت این فیلم حداقل 4 برابر فروش کل فیلمه. حالا اگه اسناد و مدارکی دارین به من ایمیل بفرستین، من این ایمیلامو 3 سال یه بار چک میکنم. اگه ببینم واقعا اسنادتون واقعیه، 3 سال دیگه توی برنامه میگم که اشتباه کردم، اصلا میگم ما غلط کردیم. میگن حالا گیر ندین آخر فیلم گفته که آها بله، میگن که آخر فیلم حق کپی رایت معنوی رو رعایت کردن. خب کجاش نوشته؟ آخر فیلم بعد از تیتراژ کوچولو نوشته برداشتی از فیلم فلان. خب این جای فیلم که خب کسی نمیبینه که. چراغای سینما روشن شده، همه کشیدن بالا رفتن، فقط خدمات سینما موندن که اونا هم این فیلم ها رو نگاه نمیکنن. کمتر از فیلم های اصغر فرهادی رو نمیبینن اونا. حالا یه چیز دیگه، چرا فیلم پرستار مهربون رو بازسازی نمیکنین؟ چرا فیلم لوله کش زحمت کش رو نباید بازسازی کنین؟ یا خاطرات یک پسر فسنجونی، یا قرمه سبزی خوردن یک دختر ریز اندام با 5 مرد رنگین پوست درش اندام؟ این فیلم ها جای کار داره به خدا؟ میخوام بزنم تو کار بازسازی اینا؟ چتونه؟ چی شده؟ اصناف اومده؟ چی؟ شرکت تولید کاربن چی کار دارن به ما؟ ما که چیزی نگفتیم در مورد اینا. آها کاربن واسه ما فرستادن؟ چرا؟ روش رو نگاه کنیم ببینیم واسه کیه؟ آها واسه آقای معتمنه، طبقه بالا هستنشون. دفتر فیلمسازی آقای فرزاد معتمن طبقه بالاست، همسایه ما هستن. ما همسایه هامون همش هم اینجوری هن. یه سری آدم های به درد نخور. حالا من ماشین آقای معتمن رو به نشانه اعتراض پنچر میکنم تا بفهمه که کپی کار خوبی نیست. بچه ها یه چیزی نشون بدین که من برم توی راپله یک مسخرش کنم میذاره مردم بخندن. این راپله چقدر کثیف شده؟ خیلی راپله ها کثیف شده. من دیگه راپله نمی سازم، من دیگه توی این راپله رفت آمد نمی کنم. هرانچه توی این راپله میگذره نفرت انگیزه، خشنه و بده و من معترضم. من دیگه به اینجام رسیده، به این همینجایی که دستم گذاشتم روش، به اینجام. آره به اینجام رسیده. خب رسیدیم به پایان برنامه گیرینگ و شوی امشب. امیدوارم که از دیدنش لذت برده باشید. تا هفته آینده این سوراخ‌های ارتباطی رو فراموش نکنید. این چی بود؟ دوباره این ناجور نکنین آبروی ما جلوی بیننده ها میره. ای بابا ای بابا ای داد بیداد، دوباره زدید که نامردا. چی شد؟ چه خبره با هم؟ با ای داد بیداد. تا هفته آینده بیسمنتتون گرم باشه. ناصر کجاست؟ به خود خفه شد.